به کانال با هم بدوزیم خوش اومدید. امروز میخوام راه حل یه سری از مشکلات دوخت با چرخ خیاطی رو بهتون توضیح بدم. تصویری که میبینید یه سری دوختایی که با چرخ خیاطی انجام شده و دوختای تمیز و منظم و درستی نیستن. علتش هم اینه که یه اتفاقی افتاده، یه سری تنظیمات تو چرخ خیاطی درست نبوده و باعث شده در قسمت‌های پارچه جمع بشه یا حالت کشیدگی پیش بیاد. یه قسمت‌های دوختا یکی در میون جا افتاده و چرخ دوخت رو کامل و درست انجام نداده یا جاهایی که نخ جمع شده و به شکل زنجیرهایی تو هم تو هم فشرده شده در مده. و در نهایت چیزی که می‌بینیم میبینی که این دوختها پر از مشکل و ایراد هستند. حالا بریم که بهتون توضیح بدم چطور میتونید مشکلات رو رفع کنید این تصویری که میبینید یه شمای کلی از نحوه عمل کرده چرخ خیاطیه قسمت بالا سوزن رو میبینید که نخ زرد رنگ که در واقع همون نخ قرقرمون هست از سوراخ سوزن رد شده حین کار چرخ خیاطی سوزن حرکت میکنه به سمت پایین نخ قرقره و نخ ماسوره که در واقع اینجا سبز رنگه با هم دیگه چفت میشن و به هم گیر میکنن و دوخت به این ترتیبی که میبینید انجام میشه اما گاهی خطاهایی تو تنظیمات چرخ داریم که باعث میشه این دوختا نامنظم و نامرتب باشن یا مشکلاتی مثل اون چیزی که در تصویر اول ویدیو بهتون نشون دادم اتفاق بیفته همه این مشکلات با تنظیم کشش نخ چرخ خیاطی قابل طرف کردنه. حالا بریم که روش تنظیم کشش نخ رو بهتون توضیح بدم. این پیچی که اینجا میبینید پیچیه که با کمک اون میتونیم کشش نخ رو میزون کنیم. یه سری اعداد روش نوشته شده که این شماره گذاری از صفر تا نهه. ممکنه که این شماره گذاری تو چرخ شما تا عدد 8 و یا تا حتی عدد ده هم باشه. تو چرخهای مختلف با هم دیگه متفاوته. هرچی عدد بزرگتر باشه نشون دهنده اینه که کشش نخ غیرغیرمون بالاتره هرچی عدد میاد پایینتر و به صفر نزدیک میشه کشش نخ پایینتر هست همونطوری که میبینید دور عدد پنج، عدد چهار و عدد سه یه مستطیلی رسم شده. این نشون دهنده اینه که تو این محدوده یعنی بین عدد سه تا عدد پنج کشش نخ نرماله یعنی اکثر پارچه هایی که شما میخواین دوخت کنین رو میتونید کشش نخ رو توی محدوده میزون کنید و دوخت رو باش انجام بدید. اما ممکنه برای سر از پارچه های یا یه سری از پارچه های نازکتر لازم باشه که به صورت دستی کشش نخ رو تغییر بدیم و رو عدد های کوچیک بزرگتر بذاری. ولی این محدود معمولا محدود نرمال و برای بیشتر کارها جواب میده حالا امروز میخوام کشش نخ رو یه بار روی حدود 0 تا 1 بذارم یه بار روی 3 و چهار و یه بار روی عددهای بالا یعنی بین هشت و 9 بذارم یه سری دوخت انجام بدم تا شما ببینید که تاثیر این کشش نخ روی شکل و ظاهر دوخت به چه صورت خواهد بود من دو تا رنگ نخ انتخاب کردم رنگ قرمز و رنگ قهوه رنگ قرمز نخ قرقره است که میشه نخ روی کار و قهوه نخ ماسور است که میشه نخ زیر کارم اگر دوخت ها منظم باشه من بعد روی کار فقط نخ قرمز داشته باشم و زیر کار فقط نخ قهوه حالا بریم که ببینیم تو کشش نخ های مختلف دوختم ها به چه صورت انجام میشه این قسمت روی کارمه و این قسمت پشت کار من با کشش نخهای مختلف دوخت ساده و زیگزاگ رو انجام دادم همونطور که تو تصویر میبینید ظاهر دوختای من خیلی تمیز و منظمه روی کار فقط شما رنگ نخ قرمز رو میبینید به هیچ وجه رنگ قهوه یعنی اون نخ ماسورم روی کار نیومده و به نظر میاد که هیچ مشکل خطایی توی دوختم ندارم من این دوخت رو با کشش نخ چهار انجام دادم این هم قسمت پشت کاره که همونطور که میبینید پشت کارم هم, هم مثل روی کارم کاملا تمیز و مرتبه به هیچ وجه نخ قرمز که در واقع نخ روی کار بود اینجا پشت کار دیده نمیشه و این به من نشون میده که کشش نخم رو درست انتخاب کردم یعنی گذاشتم تو محدوده چهار و این کشش نخ برای این پارچه کشش نخ مناسبی بوده این یکی دوختی که میبینید رو من با کشش نخ پایین یه چیز حدود بین صفر و یک انجام دادم ظاهر کارم تمیز و نرماله تنها رنگ نخی که دیده میشه رنگ قرمزه و به هیچ وجه نخ ماسول روی کارم دیده نمیشه و به نظر میاد که دوختی که انجام دادم دوخت تمیز و درستی بوده اما وقتی کار رو برمیگردونم و به پشت کار نگاه میکنم میبینم که نخهای قرمز روی کارم پشتم دیده میشه یعنی انقدر کشش نخم پایین بوده و نخم شل بوده که وقتی که این نخ آسورو نخ قرقره با هم چفت می شدن خیلی راحت نخ قرقره کشیده شده به سمت پایین و نخ قرمز هم تو دوختای زیگزاگ و هم دوخت ساده ای که هست پشت کار دیده میشه این نشون دهنده اینه که اینجا کشش نخ من مناسب نبوده برای این پارچه و من باید یکم کشش نخمو ببرم بالاتر و این اندازه کشش نخ برای دوخت خیلی کم بوده که باعث شده نخ قرقره من پشت کار هم دیده بشه این ردیف هم من با کشش نخ بالا یعنی یه چیزی حدود 8 و 9 دوختم این قسمت روی کاره اگر از نزدیک بهتون نشون بدم میبینید که نخ قهوه‌ای من که همون نخ ماسوره بود اومده روی کار یعنی انقدر کشش نخ بالا بوده که این قرقره و سوزن که حرکت کردن نخ ماسوره رو با خودش کشیده و آورده روی کاره و وقتی برمیگردم پشت کار میبینید پشت کارم تقریبا تمیز و مرتبه بنابراین ممکنه شما کشش نخ رو درست انتخاب نکنید یه سمت کارتون تمیز در بیاد یه سمت کارتون مثل این قسمت رو دچار مشکل باشه بنابراین همیشه هر دو سمت دوختتون رو چک کنید تا اینکه مطمئن بشین که شش نخ درستی رو برای اون پارچه مورد نظرتون انتخاب کردید امیدوارم تونسته باشین با دیدن این ویدیو جواب سوالاتتون مربوط به اشکالاتی که تو دوخت با چرخ خیاطی پیش میاد رو پیدا کرده باشین باز هم اگر سوال یا نظری دارین لطفا تو کامنت ها برام بنویسید ممنون که ویدیو رو لایک میکنید و کانال با هم به دوزیمو سابسکرایب میکنید ممنون از همراهیتون